Yesuna Saiku. چرا بدون رزام ایده ماما؟ چرا زنگ نزدی؟ چرا در نزدی؟ بگی، برو پیش مامان. اسکر ایرانی، پدر من گفت افغانی بردش داخل موتر اردوگاه سنگی صفی ترایتش برابری مکدک کد و شویت درش کردن دو قارون بادشم پول چرخی اممه گفتن دهیم قراره که یتیم شوی زندگی جانر وشدیچ کاک کارپنتری ایران اسلامی فاجعه انسانی. سلام و درود، خوش آمدین دوباره به برنامه چلوم و امیدوارم که جور صحتمند باشید. زار خوبی؟ جور بخیر. چی خبر؟ چی سخن؟ خیر خیرت. بخیر آمدی؟ آله یکم سخت بود، قطار سر رو پنچر شد. تم با قطار آمدی؟ آه خب حتما رای زیادی را سفر کردی نه؟ آوال 800 درا بودم. خیلی دیشه هم خواه نکدیم. خیلی خسته ایم، ببخشی دیگه. خواهش میکنم راحت باش. ببخشی خواه کردیم دیگه. خواهش میکنم. از خاطر نام برنامه چیل رو منه؟ چیل رو من خواهد تم چیل سعی چیل کنیم دیگه. باید باش، من میگم هم یزار تم بکش. هیچ در بگه پا مشکلی نیست. یک چای هم پرتم برات. آه پرتم. که با خیال راحت قصه کنیم، گپ بزنیم. خو چه خبر از طرف هایت؟ منطقه بیغمی است؟ در کشوری که هستی؟ جایی که هستی؟ قرار قراری ها والا. خدا را شکر. هوا خرابه فقط. هوا بارانی باران. والا. یک ضرب المثل داره اتریشی ها؟ از اتریش میای نه؟ آه. میگه در دو چیزی اتریش هیچ موقع اعتماد نکو، یکیش میگه در هوای اتریش، یکیش در زنای اتریش. چرا در زنای اتریش هوا کدام مربوط نیست؟ ولی در زنها چرا نه؟ میگه اردیش در هیچ کدام میشه اعتماد نیست، یک دقیقه سرد، یک دقیقه گرم، یک دقیقه خوب، یک دقیقه بده. اوکی، یک گبت خیلی سکسیستش بود. ما چی خدمت کنم؟ از طرف من نبود. از طرف هست، تو خدمت کنی؟ از طرف مردم اتریش بود. چند وقت میشه رب میخوانی زار؟ چی شد که رب خان شدی؟ از کجا شروع شد؟ از زمان بابای آدم. ای قدر دیر؟ آله. خب نه ولی رپ حرفه‌ای را منظور تا یا کلن؟ از کلن، یعنی آشنایی تو با رپ چی رقمی شروع شد و چی شد که تصمیم گرفتی؟ بفرما چی شد که تصمیم گرفتی که رپ خان شوی؟ از گجا شروع شد جرقهش اینا؟ توسط چه خواننده‌ای؟ جرقهش والا من سال 83-84 بود فکر میکنم. 83-84 در ایران میلادی دیگه؟ نه موقع پیر نیست. خب چند ساله ای؟ من 28 با اجازه. 28 خب یعنی چند ساله بودی وقتی که تو شروع کردی؟ یعنی رپ شروع کردی به گوش دادن اینا؟ رپ دجده؟ نه دیگه، متولد 71م، سال 84 میشه 13 12 13 ساله. خب قصه کن. من بیادر کلان با رپ آشنا کرد مرا، یعنی اول او گوش میکرد او زمان سی دی ام پی 3 گپا میگرفت، کلان رپ های ایرانی بود. آه رپ فارس. رپ فارس گپا گوش میکرد، ما علاقه من شدیم تو گوش میکردیم با هم دیگه. روزا کس در خانه نبود، من و بیادر میشنیم دیگه رپ گوش میکردیم. تو شب رپ گوش میکردیم، رپ ایرانی، نه نماز نه روزه، روستا بیگر را رپ گوش کرد. دیالوگ معروف اکثر پدر مادرها. خب پس از وقت ها شروع شد. چندانه کار داده تالی بیرون از زمانی که شروع کردی؟ ارفعیش نگفتی، از که ارفعی شد؟ از که بر جدی شد که خواستی رپ خوان شوی؟ جدی شد
6-7 سال میشه. چند تا کار دادی تا حالی را؟ تا حالی یک آلبوم دادم. یک آلبوم؟ نامش چیه؟ هندوکش. هندوکش، خب. یک دانه میکس تیپ دادم در نام سعود. دیگه سینگل ترک هم زیاد دادم، نمیفهمم دیگه. شاید 30-35 تا کلن سر جمع همه شد. سینگل ترک هم با آلبوم و میکس تیپ و سینگل ترک ها سر جمع. 35 تا 40 تا شد شد نمیفهمم. حسابش. در این 6-7 سالی که جدی شده کار برید؟ در کدام سبک کار میکنی؟ گنگ، اجتماعی، رقص، قرصه، قطعانی، کدام؟ بیشتر دیگه هرچی که همون حس و حال باشه، همون مود، همون لحظه باشه، ممکنه. یعنی سبک مشخص نداری؟ نه، ممکنه مثلا مود عاشقانه باشه. خب تکس عاشقانه میاد همون لحظه، ممکنه مثلا خیلی فکر مشغول زندگی باشه، مشغول فلسفه زندگی باشه، ممکنه تکس فلسفی ببیا. هیچ نکشیدی دیگه؟ کار عاشقانه خوانده ای؟ آره. لاف چند تا؟ نمیکنم، شاید 6-7 تا. 6-7 تا عاشق شده دیگه؟ 100% که خوانده ای، درسته؟ آره. مبارک بشه. کار در دست داری فعلا که سرش کار کرده رئیستی قراره در آینده پخش شوه، یا که فعلا وقفه است؟ الان یک وقفه کوتاه، ولی کار که پخش نشده زیاده دارم. امیالی در گوشیم کار زیاده، هم تکس زیاده هم کار زیاده، ولی خب یک دانه فقط کار کمپلیت آماده دارم که پخش نکردم. نمیفهمم که پخشش کنم این گفت ها، ولی دیگاهش 100% آماده نیست. مثلا در مراحل اولیه تکسش خلاص شده، دیگه چی داشت مانده. درباره هندوکش بگو، درباره آلبومت. چی رقمی است آلبومت؟ تنهایی خوانده یا پرودوسرهایش بگو، چی رقمی جمع کرده آلبومه؟ چند تا ترک داره؟ خیلی آلبوم سختی بود. اولین تجربه ما بود برای آلبوم جمع کردن و تصورم کلن از آلبوم جمع کردن عوض شد. خیلی خیلی کار داره، خیلی زحمت داره، خیلی بیشترش هم زحمتی سر پرودوسره تا سر آرتیست هم هست، ولی پرودوسر خیلی سرش فشار آمد. پرودوسر که ما باش کار میکنم نامش از یانگ وی اچ اس، الان نام خود تغییر داده، نامش الان وی هست گذاشته نام خود. پروسر کوریه؟ نه افغان است. نه افغان است؟ مثلا من چیز توقع داشت در حد قدرت الله و مثلا چیزا یانگ وی چیز که گفتی یک دفعه. خب ای دندونزی است. بچه دیگه با هم شروع کردیم تقریبا 2 سال پیش استارت زدیم با هم، دیگه گفتیم یک آلبوم جمع کنیم. باز جمع کردید و تقریبا 1.5 سال طول کشید دیگه، کل پروسش آهنگسازی و تکس نوشتن و استودیو رفتن و دیگه همکاری هم داخل شد. فکر می‌کنم 6 تانه همکاری بود. 6 تانه؟ 6 نفر؟ 6 نفر مختلف فکر می‌کنم، اگه اشتباه نکنم نمیدونم. 6 نفر فکر می‌کنم. و می‌خوای نامش رو بگی کی هستن سری؟ نامش جیرانه، لوی هست، احسان اسکورپ هست، مهدی رام هست. دیگه 5 نفر شد؟ 5 نفر شد. همی ها بود توی میکنم. آمار آلبوم تو نداری ها؟ نه یادم رفته. نمیفهم. نام هنری زار است نه؟ معنا کو؟ چرا زار؟ چی معنا میده؟ ایجاموتو. ایجاموتو؟ هموتو بگیرش. هشتک ایجاموتو. نه، به مزاق. معنا زیاد داره، فکر میکنم، ولی دلیلی که من این نام گذاشتم از خاطر معناش نام. معناش فکر میکنم 2-3 دانه معنای مختلف داره. یک معنایش مثلا امی میگه با یک حالت زار، یک
حالت زار و درمونده مثلا حالت نفر یک معنیش خویی است یک معنی دیگه داره که در دری مثلا در محاوره فکر میکنم در زهر میگن زهر میگه زار زار بخوری مثلا زار خورده زار خور البته یه جالبه مثلا من دوست دارم بیشتر دهی باشه اگه مثلا دهی مفهوم کسی اگه ذهنش دهی سمت برا زار سمت زهر ولی فلسفه زهر تلخ باشه ولی خب این مسیری که اسم ما دهی سمت آمد ایش کدوم از اینا نبود من نامم قدیم زارب بود بچه هایی که باشم کار میکردم اینا همه رو زار صدا میکرد چون ما همه هر کی هر نامی داشت ما همون سیلاب اول اسمشمون گفتیم یک سیلابی صدا میکردیم دیگه همه نامایشون همون رقم شد اون نامی ما شد کم کم شد زار دیگه ایش کس اون نامی ما نمو گفت من تصمیم گرفتم کلن در سوشال میدیا و اسی اسو زار بانیم خوبه نام خوبی هم در نظر من نام قشنگ است کار از بین سی و چند تا کاری که داری کدامش کار مورد علاقت است که میخوایم حالا بگم که بیننده ها ببینم یک تیکشه کار زدنی زدنی؟ نامش زدنی است؟ نه اوکی برن زدنی رو ببینم زدنی تر از همه که بگو مرسد همه که تو هستی مثل دوام از تو مرایه ادبی من عشقم جاودانگی ناپاکی مثل حوثی خورد میبینم ادلالا حتی زر زوم عدسی جملات ما بستن منا برخواست ققنوس از خاکستر رب پایین بر پروازاتش لازم بود یانگ وی اچ اس چالان کد بیتم مثل پر پرواز بر من باز خب خوش آمدید دوباره کاکازار در چی ماشنایی هستی؟ در بخش متاسفانه پاکت شو ماشنایی داری نه؟ شکنجه میخوای بیدی؟ شکنجه حساب میشه؟ آله برای رپرها شکنجه حساب میفهم چون که یک ذره سخت است برایشان آجیلگویی و بداهیگویی آجیلگویی و بداهیگویی تو چی رقمی است؟ خوب است یا؟ بله امتحان نکردم تالا تالا امتحان نکردم؟ ایش وقتا بداهیگویی نکردی؟ بداهی خانی؟ این رقمی که در برنامه شما هست این رقمی نه تالا نه؟ معلوم است هیچ کسی کار نکنه خب دیگه طبق معمول من کلمه رو برات میگم و لطف کو که راجبش یک صحه گردافشانی کو گردافشانی کو گردافشانی کنم دکر روی کلمه نه روی ما کلمه اول شبکه طلوع قابلی لیبرالیزم ترولا و رپ دری زار در خدمت شما هست این پنج تا کلمه لیبرالیسم از کجا آوردی؟ بقیهش اوکیه لیبرالیسم هرم کجای اینا بیزارم سعی تا بکو دیگه میشه لیبرالیسم نگم با چارتا بگم لیبرالیسم نمیگون چه اوکی تو نگو تو نگو با چارتای دیگه شو بگو
تشکر، خیلی زیبا بود. بریم در بعدیش؟ مرحله بعدیش؟ نه داشتم جور میکردم. داشتم جور میکردی؟ آره داشتم جور میکردم. من داشتم رفته به خانه. تا کی میخوای جور کنی؟ میخوام زیاد کرینج نباشه تکسه. اشکال نداره. هیچ گپی نیست. خنددار میشه. خنددار شما بهتر است. نمیاد چیزی؟ نمیاد؟ نه مخصوص تشنا برو خودم اگه تو آماده نیستی؟ صحیح. خوب بود؟ خود راضی بودی؟ از چی؟ مثلا اینکه خانده ای بعدان چی میکنیم؟ سرش کلیپ ایمان فقط دن تا با انیمیشن تکان میتیم که انگار تو خانده ای بعد اک تیکه از ربخان امریکایی رو هم سرش نیمون. خب دیگهش؟ یک دانه موزیک برد پلیل میکنم. خب سنتی موزیک، سنتی افغانی کلاسیک برد نمانم، انسترومنتال است، سر از او فریستایل اکسیس بکن. سعیست؟ آمده ای؟ آره. یک دو سه بخش دوباره یک دو سه گوشیم خراب شده. ما گوشیم از ارزانه است بخاطرم خراب میشه. هر دفعه باید تا یک دو سه شمار کنم تا بیایم با اوکی تعامل کنین. برو درام هم داره یا نه؟ همیه؟ همیه فقط پیچک. ایو ها بگو که کی میتونه رقم این مرپ کی میخوانه؟ ای ترکم کل گیونی تکراری یا کل تیمتونه؟ ای سویچم میکنم فلوره قافیه دم اغز جلو رفت میکشم پس ریسمانه بگونه حالی تو چی داری اوروره خون پاشید اثر تزمین پرید اثرش هرچی که زدی آیسته آیسته تکه تکه میشی کشتار کت تور خلیل بگیری دسته پش کات میشه خون میریزه فرش اگه که بعد سایل داری میکشم مکاسه بریز چشم بالای مندو کشیم سگا رو حالیمو نمیکشیم میمانیم وقتش رسید در میدان میپرتیم در بوسکشی سر میزار اختلاین سفید نفریتم دلش میشه شدید ای میشه که شیطان ندید نه من هستم پدیده پدیده رقمیم ندیده ندیده افکارم مریضه مریضه لیکن هستم شفا برای دری را بچیم چی گفته تو میخوانی تو که نسی دو دم میمانی ماخ بگی تو دست خلیفه را زدنی بودیم و ما میمانیم پر پر. خیلی خوب بود. از قبل خود جور کردگی نبود؟ چرا از قبل جور کردگی بود؟ تشکر. یک دست به افتخار بزنیم که خیلی زحمت کشیدی چون ما گفتیم فری استایل گپی نیست ولی خیلی عالی بود. مال کدام کارت هست؟ خوانده یا که تکست هایی دست نوشته؟ نه تکست نوشتم همین چند وقت اخیر. نامش چی هست؟ قرار پخش شده؟ نام نداره هنوز ولی آره پخشش میکنم. خوب بود، خیلی خوب. تشکر که بخش انجام دادی. دعوشی که اینجا دادی دعو جبران کردم. دعو جبران کردی بله دقیقا. برو یک وقفه کنی پس به ما صحه. میخوای برو بگوی یک وقفه کنی در پیش دوربین برو عرقم دوست داری بگوی یک وقفه کنیم. یک وقفه کنیم یو خب خوش آمدید دوباره در تقریبا بخش آخر. زار جان جان آرتیستی هست در رپدری که تو بتونی کتای آهنگاش ارتباط برقرار کنی یا آهنگی هست حال در رپدری در رپ افغانستان که تو بتونی کتش ارتباط برقرار کنی برمان یک آرتیست یا برمان یک شنونده نرمال؟ آهنگای خودم. تشکر. بقیر ازو از تک و توک هست. آره
میتونی نام ببری؟ نه نام نمیبری. نام نمیبری. چرا؟ شاخ میشه. شاخ. ولی کلن رپ داری در جایی رسیده که شنونده بتونه با یک موزیک ارتباط برقرار کنه، هر روز مرتب گوش کنه، با او فاز بگیره، یعنی اگه غمگین باشه با فلان آهنگ گوش کنه و حالش خوب شوه، یا که شاد باشه با فلان آهنگ پارتی کنه و جشن بگیره. داریم همچین موزیکایی در رپ داری؟ یکی نه، هنوز نه. بستگی داره، بستگی داره، مخاطب داره. چه رنج مخاطبی رو مثلا شما مد نظرتون باشه در باره کدام گروه مخاطب صحبت میکنین؟ چون در بحث موسیقی یک من یک مطلبی خواندم در باره سلیقه موسیقی مردم. خب گفت مثل نان است، مثل غذا. مثلا شما یک میز است، سر از این میز شما گوشت خرم گذاشتین، کچالوی آبپز هم گذاشتین، سر از این میز مثلا کباب و قابلی و غذای خوب هم ماندین. و خب مردمی که آدمی که گرسنه نباشه صرفا امو کچالو رو میخوره، گوشت خرم میخوره، ولی کسی که گرسنه نباشه میتونه انتخاب کنه، میتونه از بین غذاها، از بین اون نانی که اینجا هست بهترش انتخاب کنه. من فکر میکنم این بستگی در مخاطب داره و کسی که بیشتر وقت میگذاره، بیشتر در او چیزی که دریافت میکنه در ورودی خودش بیشتر احترام قائله، دنبال موزیک خوب میگرده. مثلا من خودم مثال میزنم به عنوان مخاطب موزیک رپ، نه فقط رپی داری، کلن هر زبان دیگه. من بیشتر دنبال یک موزیک میتونم ارتباط باش برقرار کنم، میتونم گوش بیدمش، باش حس بگیرم، ازش انرژی خوب بگیرم، ازش الهام بگیرم. مثلا ولی در رفی داری چی؟ نیسته یا هسته؟ من فکر میکنم نیست. اگر هست خیلی کمه. این رقم موزیکی که من بتانم یا کسایی که موزیک حرفه‌ای دنبال میکنن بتانن اون موزیک از آرتیست های رپی داری بیندازن داخل پلیلیستشون، همیشه گوش کنن، انتخاب اولشون باشه، من فکر میکنم کمه. خب پس به عنوان آرتیست چی توصیه داری؟ در بقیه آرتیست ها، بقیه هنرمند ها چی کار کنن که اتفاق بیفته؟ چون اتفاق مهم است، اتفاق نیفته دکی میخوان بخوانن بچه ها رپرا، نه؟ پیشنهاد تو چی است؟ من حس میکنم کلن سطحی گرفته میشه کار، اللحاظ محتوایی. لحاظ محتوایی کار حسیه که من دارم، شاید هم اونا شاید اون لیول آخرشان، من احساس میکنم سطحیه. وقت احساس میکنم وقت کم میذارن و احساس میکنم دنبال از این نیستن که بیشتر یاد بگیرن. چون رپ مثلا یک سری چیزای بیسیک یاد میگیرن از رپ، از نوشتن، از رپ کردن، از تکنیک، از تکنیک نوشتن، تکنیک اجرا، تکنیک خواندن یاد میگیرن و فکر میکنن همون بسته، در همون بسنده میکنن، در همون منوال ادامه میتن. من فکر میکنم که آدم باید هر روز هر لحظه در حال یادگیری باشه، هر روز دنبال ازی باشه که پیشرفت کنه و برای کارش ارزش قائل شه. و این باعث میشه که کار بهتر شه، کار محتوای قوی تر تولید شه، تکنیک قوی تر شه. و تنها چیز مثبتی که در این چند سال اتفاق افتاده فکر می‌کنم کیفیت کارا از لحاظ شنیداری، از لحاظ صوتی خیلی کیفیت کارا خوب شده، از لحاظ میکس مسترینگ یا گپا بهتر شده، خیلی بهتر شده نسبت به 3 سال پیش 4 سال پیش. خیلی الان خیلی کارا بهتر شده، ولی هنوز او ضعف داخل تکنیک محتوا دیده میشه. حتی انتقاد در خود من هم شاید باشه. خودت اوکی. نظرت درباره برنامه چیل روم چی است؟ برنامه چیل روم خیلی خوبه. میشه توضیح بدی؟ شاید ضعفایی داشته باشه، شاید خیلی انتقادا داشته باشه، ولی همین که نقطه شروعه، همین که اولین قدمه، همچین برنامه‌ای را
زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، هزینه کردی، همچنین برنامه رو تولید کردی، داری ادامه میدیش، خیلی قابل قدردانی، خیلی با ارزشه. فکر میکنم این شروع، فکر میکنم شروع خوبی باشه؟ شروع خوبیه و همین باعث میشه که آرتیست ها انگیزه بگیرن. من مثلا من خود من وقتی که من رو دعوت کردی در برنامه، من بیشتر انگیزه گرفتم که کار رو جدیتر ادامه بیدم. فکر میکنم برای آرتیست های دیگه هم یک پوش بوده، یک انگیزه بوده. امیدوارم. تشکر از کمپلیمنتت، از تعریفت. خواهش میکنم. و نقدت چی؟ نقدی داری؟ که چون ما میخواییم بعد از اینکه جوابت دادی بریم چند تا کامنت بخونیم که بچه ها خیلی کامنت های چیلیم نوشته کردن. کامنت هایت من خواندم، خیلی کامنت های خوبی میذارم مردم. خیلی مختصر بگو نقد تو چی هست نسبت به چیلیم؟ البته نقد خاصی ندارم، چون فکر میکنم کلن تم برنامه تی رقمی هست، خیلی راحت هست، خیلی خودمونی هست، نمیشه نقدی که درش. هرچی که پیش آمد خوش آمد دیگه، هر گپی داخلش صده شد. چون که کامنت هایی که من خواندم حس کردم مردم دوست داشتن یک برنامه ای را ببینن که داخلش خیلی ادبیاتی گپ زده شده و خیلی چیزای خوب گفته شده. خوب که میگم، ادعا داریم که گپ خوب میزنیم، ولی خیلی بیشتر سمت چیزایی را به چیزی عادت توقع داشتن از ما که قبلا دیده بودن. و در نظر خودم همچین چیزی داخل رپ افغانستان کلا در زبان افغانستان، در جامعه افغانستان نبود. من فکر میکنم لازمش بود برای شروع یک چیزی بهتر. به خاطر این چندان کامنت هست میخونیم. کامنت رو تو گفتی خوانده ای نه؟ آره. ببین... من برعکس همین چند شب پیش کل کامنت هایت خواندم با مثلا سب که یک دنیش بخوانم که گفته دکت بچه ها رو دو زده بود، خواهی رو نمیگم بوغ بذار دواشه نمیشه کلن. میگه که وقتی که مجری از رپ اطلاعی نداره یا از رپ سردن میاره چرا چی میکنه؟ کتی مصاحبه میکنه کتی رپ را اطلاعی نداری؟ آه میگه وقتی که در بارد رپ خبر نداری میگه چرا با رپ را گم میزنی؟ این کامنت بودم یزی. و یکی دیگه گفته سال نو مبارک. سال نو شما مبارک. آلی پیدا نمیکنم بچم، چرا پاک میکنن کامنت هایتون رو بچم؟ چرا به یکم تشویق کرده، تشویق میکنن البته اینا رو چی نمونه. یک نفر دیگه گفته که به خواننده بگوید که این کارو بکنه وقتی که موزیکشون رو پخش میکنن دیگه بس کنیم. وقتی گفتم موزیکشون رو پخش میکنن چرا به صورت حرفه‌ای پخش نمیکنن که شعرش هم داخل کپشن باشه، آدم شعرش هم در سایت یا هر جایی آدم دسترسی داشته باشه و شعر هم دانلود کنه و یا بخونه. تو خودت میکنی شعر کاره؟ تکست کار؟ نه من حقیقت کار نمیکنم. آره اینا گفتن چند نفر از نزدیکا گفتن و زیادی هم، ولی سعی میکنم در آینده انجام بدم. یک پلتفرمی هست در نام جینیوس. فکر میکنم اونجا رایگان آدم میتونه اکانت جورت کنه. خیلی از آرتیست های خارجی اونجا دارن اکانت. خب و اونجا میتونی اکانت جور کنی، اکانت وریفای شده و تکس های خودت بذاره، یعنی خود آرتیست میتونه تکس خود بذاره. و اگه داخل از اون مثلا داخل تکس یک گپی باشه، یک دو پهلو باشه یا ایهام باشه، کدام آرایی ادبی باشه یا منظور خاصی یک تکس باشه، اونا رو میتونی داخل روی از او مارک میکنی اون قسمت تکس ها کنارش نوشته میکنی. اگه ای اتفاق بیفته در رفی داری فکر خیلی خوب باشه، خیلی خوب مشاهد چنین فیتر است. اکانت جینیوس هم جور کنم برای خودشون. حتما آرتیست ها اکانت جینیوس جور کنید. فیلم و کتاب میبینی یا میخوانی؟ کمتون. فیلم چی میبینی؟ فیلم فیلم خوب مثلا فیلم خوب برای تو چی است که توصیه کو ببینن مردم؟ فیلمی که بیشتر فیلم از روی کارگردانش نگاه میکنم. کارگردان برای تو مهمتر است؟ کارگردان مهمه و اکتینگش. فیلمی که اکتینگش خوب نباشه اصلا نمیتونم نگاه کنم. داستان فیلمنامه چی برات مهم نیست؟ تا
داستان فیلم نام آره دیگه اون طبیعتا اگه نام میتونه بگی نام یک فیلم که امیال ما نوشته کنیم بچه ها سعی کنن فیلمی که فیلم زیاده فیلم خوب یک دانه بگو فایت کلاب فایت کلاب براد پیت بازی کرده نه دیوید فینچر دیوید از دیوید فینچر دیده ما دیدیم نفهمیدم فیلمش چرا نه چون خیلی پیچیده بود دارم نفهمیدم فیلم خوب سرگرم کننده است خیلی فیلم سرگرم کننده خوبی است ولی خب اون رقم میگه اون چیزی که نشون میده نیست خیلی پیچیده است فیلم خیلی شناختی یک... چیز است مفهوم فلسفی داره خیلی سخته مثل با... ماتریکس است ماتریکس کتاب چی کتابی که معرفی کنم یا کتابی که خواندم خوانده باشی معرفی کو کتابی که همین چند وقت پیش خواندم کتاب 1984 بود از جورج اورول درباره چیست؟ درباره یک مدینه فاسده متضاد آرمان شهر مدینه معمولا مدینه فاضله دارن این یک جامعه را توصیف میکنه یک شهری را توصیف میکنه که همه چی رو به زواله همه چی و او کتاب شاید نمیفهم شاید 60 سال 70 سال پیش نوشته اگه اشتباه نکنم و داره مثلا سال 1984 که برای او زمان آینده بوده آینده رو داره توصیف میکنه و فکر میکنم چیزایی که در او کتاب میگه به طرز ترسناکی در الان داره اتفاق میفته و او جامعه ای که توصیف کرده برای سال 1984 کم کم داره اتفاق میفته مثلا یکی از چیزایی که در او جامعه اتفاق میفته یه است که زبان محدود میشه زبانی که صحبت میکنیم حالا فرق نمیکنه هر زبانی زبان صحبت کردن و زبان نوشتاری و دولت حکومت کارمند استخدام کرده که زبان محدود میکنن جملات ساده سازی میکنن کلمات پیشرفته را ساده میکنن افعال کم میکنن و فیلم داره اتفاق میفته نسبت الان اگه یک فیلمی که مال 50 سال 60 سال پیش اگه نگاه کنی میبینی خیلی صحبت کردنشان غنی‌تر از الان اتفاق میفته و مردم الان خیلی ساده تر گفتن و هر روز کلمه ها ساده تر میشه در رپ هم رقم هست؟ در رپ هم سطحی هست؟ عالی رپ افغانستان؟ یا داریم مثلا آرتیست هایی که فلسفی تر بخونن؟ یا فکر میکنی سطحی هست؟ رپ فکر میکنم در رپ من سلیقه شخصی خودم دوست ندارم زیاد پیچیده باشه هست در فکر میکنم آرتیست هایی هست که فلسفی میخونه پیچیده تر میخونه ولی من دوست دارم رپ این رقم باشه که در عین سادگی در کمال سادگی یک مفهوم غنی را برسانم این مفهوم پرباری داشته باشم در کمال سادگی ای و ای فکر میکنم ای هنره درست پیچیده نوشتن و فلسفی نوشتن عدد هنری نیست داخل سادگی بیارن اوکی بسیار خوب برای کلام آخر اگر بخوای رپ دری را رپ افغانستان و افغانایی که تازه رپ گوش نکردن و تازه آشنا شدن چه رقمی تشریح میکنی؟ رپ چی است؟ رپ یا رپ دری؟ رپ چی است؟ برای بچه های رپ دری یا برای کسایی که مخاطب رپ دری هستن از دید توی آرتیست این رقم رپ نه ولی هیپ هاپ هم میتونم هیپ هاپ از دیدگاه بگیر بگیم بگیر راحت باش یک رپر آمریکایی هست در نام کیارس وان اگه بشناسی نه کیارس وان یک آهنگ داره فکر کنم آهنگ در نام 9 Elements نه عنصر در باره عناصر هیپ هاپ گپ میزنه مثلا الان در گوگل اگه سرچ کنی 4 عنصر داره هیپ هاپ 4 عنصر اصلی که MCing DJing گرافیتی بریک دنس این 4 تا عناصر اصلیشه یک عنصر دیگر هم بهش اضافه کردن بیت باکسینگ و این 5 تا عنصر عناصر جدا نشدنی هیپ هاپ و KRS One 4 عنصر دیگر داشت اضافه میکنه استریت فشن فشن خیابانی استریت لنگویج زبان خیابانی استریت نالج
دانش خیابانی استریت انترپرنورشیپ کارآفرینی خیابانی یعنی یعنی کل چیز از خیابان از سرک کل یک فرهنگ یک کالچری که کلش مربوط به سرک و خیابان میشه و ای من همیشه فکر کنم یه اشتباه است که انتظار داشته باشیم که رپ یک هیپ هاپ یک جنبش روشن فکری شده یا جنبش خیلی دیپ و عمیق شده چون این جنبش از سرک میاد از مردمی که داخل خیابان داخل کوچه بازار هستن این مردم همین مردم مخاطبش همین مردم هنرمندایش از داخل هموز زبانش هم هست با همون زبان باید همون مسائل بیان شده و مردم جذب کنه و خوبیش همین هست فکر میکنم تفاوتش با سبکای دیگه مثل راک و سبکایی که یک ذره از ما بهتران گوش میکنن راک گوش میکنی موسیقی راک نه زیاد راک آلترناتیو گوش میکنم راک ایندی راک مثلا یا آلترناتیو اوکی راکی که گوم دیش داشته باشه زیاد خوش نمیاد اوکی خب بسیار خب رسیدیم داخل برنامه زار جان و خیلی تشکر که اینجا بودی دعوت ما رو قبول کردی از راه خیلی دور آمدی واقعا تشکر میکنم سپاسگزار هستم اگر کدام گفتنی آخر داری برای ما نقدی برای بیننده ها کدام پیشنهادی چیزی بگو که به گفتگو را خاتمه بدیم فقط میتونم بگم کمون خوب بذارین کمون خوب؟ کمون چی هست؟ همون کامنت کمینده میگی خیلی خوب خیلی 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 تشکر که تا یه لحظه امرای ما بودین کمون خوب بذارین کمینت های قشنگ بذارین و مواظب قشنگی هایتان باشین دیگه مقصد امید کنین ماچ June.